حامی این برنامه نسل ها و تکنولوژی تغییر می کند، اما کیفیت کیفیت است. سرخط خبر ده دومین نشست هیئت گفتگو کننده دولت با طالبان در دوحه، اختلاف بر سر مبنا همچنان پا برجاست. I believe the Taliban are quite serious about the negotiations. برای امریکا برگشت امارات پذیرفتنی نخواهد بود. پهلوهای تازه جنگ هلمند. مقام‌های محلی میگویند که جسدهای شهروندان پاکستان در میدان جنگ باقی مانده‌اند. هغه کسان چې عملاً په جنگ کې مړه شوي دي او د جګړې پر ډګر باندې د دوی جسدونه پاتې شوي دي، هغه اتباوی دي چې پاکستانی اتباوی دي. گریز از جنگ و در دام مرگ ناشی از ناداری. گرسنگی جان بانوی 80 ساله را در غور گرفت. اینجا هم بیامدیم دولت هم سنه مرنم هم خونه اینجا هم اختره دولت بیمیم شما دولتین ما شما رو میزینیم میکشیم. روز جهانی نابینایان و برخورد تبعیض آمیز با عصا سفیدان در افغانستان. نزدیک به 500,000 نابینا در کشور وجود دارد. این خواست از افراد دارای ملیت است که حتی اگر با تبعیض مواجه میشن که میفهمم میشن باز هم اونا نباید خود را ببازن. برام خدا به خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما. پس از بنبست دو هفته‌ای، دومین نشست عمومی هیئت دولت افغانستان و طالبان در دوحه برگزار شد. در پایان این نشست دو ساعته دو طرف توافق کردند که هر کدام رای حل را برای از میان برداشتن موردهای اختلافی بیابند. یک عضو هیئت دولت افغانستان میگوید که آنان مسئله آتش بس و توقف کشتار مردم افغانستان را مطرح کردند که در صدر آجندای گفتگوها هم قرار خواهد داشت. با این حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید که در دیدارش با هیئت طالبان توافق شده که طرفهای در برگیرنده موافقتنامه امریکا و گروه طالبان بر اساس این توافقنامه به گونه جدی عملیات ها را کاهش دهند. او با ابراز نگرانی از افزایش بیرویه خشونت تاکید کرده که عمل به این موافقتنامه سبب کاهش چشمگیر شمار قربانیان جنگ در افغانستان خواهد شد. آقای خلیلزاد پس از دوحه به مقر ناتو در بروکسل رفته است. دبیرکل پیمان ناتو تاکید می کند که طالبان باید به تعهدشان مبنی بر کاهش شدید خشونت پابند بمانند. پس از دو هفته سرانجام شام روز گذشته دومین نشست عمومی میان هیئت‌های دولت افغانستان با طالبان در دوحه برگزار شد. نشست دو ساعته ای که نتوانست به اختلاف ها بر سر تعیین اصول و کارشیوه گفتگوهای اصلی پایان دهد. با آن هم دو طرف توافق کردند که هر کدام برای گذر از موردهای اختلافی راه حل ارائه کنند. برای هیئت دولت افغانستان آتش بس از مهمترین اولویت هاست. چطور به اسرع وقت و به کوتاه‌ترین فرصت جنگ خاتمه بدیم و کشتار افغان ها را متوقف کنیم و هم مسائل بعدی اختلافی میشه در یک فضایی که کشتار افغان ها ادامه نداشته باشه رویش بحث کنیم و به یک نتیجه برسیم. و این مسائل بود که دیشب در جلسه عمومی دو هیئت مطرح شد و رویش بحث شد. بر اساس نوارهای تصویری که دو طرف در پایان این نشست منتشر کردند، مسائل اختلافی در حرفهایشان دیده نمی شود. اما اختلافها بر سر مبنای گفتگوها همچنان پابرجاست. به هر دو گروپ تماس وظیفه سپرده شد تا در رابطه به نقاط اختلافی طرز العمل ها بحثای خود را ادامه بدهند و هر چیز زودتر ممکن باشه که بحث در رابطه با تظلمال ها با پایان برسد و سپس در رابطه با موضوعات اجندا بحثا صورت بگیرد. اینجا هم زلمه خلیلزاد در گفتگو با یک اینستیتوت امریکایی میگوید که برگشت امارت اسلامی برای جهان و امریکا پذیرفتنی نیست.
او با وجود هشدار به طالبان برای کاهش خشونت نسبت به اراده این گروه برای پیشبرد گفتگو بسیار خوشبین به نظر می رسد. بعضی ها در افغانستان وضعیت موجود را نسبت به یک توافق صلح ترجیح می‌دهند، اما اکثر مردم افغانستان می‌خواهند که این جنگ پایان یابد. من فکر می‌کنم که طالبان کاملاً در مورد گفتگوها جدی هستند. بسیاری ها فکر می‌کردند که آنان دور یک میز با نمایندگان دولت افغانستان نخواهند نشست و تنها برای خروج نیروهای آمریکایی مذاکره می‌کنند، اما حالا آنها با دولت افغانستان پشت یک میز نشستند. اما برخلاف این خوشبینی ها، جنگ شعله‌ورتر از گذشته شده. امریکا مردم را نسبت به گفتگوها بی‌باور می سازد. دی نور شیخان نمیم دفت سوال ده، التماس ده، التجا ده، چی نور بست ده. متاسفانه بیان با دوهم چی هغا توقع چی در افغانستان خلق دلو دل و هغا وعده چی دی خبرو پا پیل که در افغانستان در خلق سر وسوی چی جنگ با کمیجی اوربند تبزو. به نظر می رسد که هیئت دولت افغانستان و طالبان زیر فشارهای ایالات متحده نشستهایشان را از سر گرفته اند. آقای فریدون خوازون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی از دوی قطر با ما وصل است. آقای خوازون سلام بر شما، وقتتان بخیر. چه گام امروز با پیش گذاشته شد آقای خوازون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بینندگان محترمتان. شما میبینید که خبر شدیم که دیروز نشست عمومی دو طرف بود و سر موضوعات اختلافی بحث ها صورت گرفت، سر موارد دیگری هم بحث ها صورت گرفته. قرار بر ایست که این روند در سطح گروه تماس دوام پیدا بکند تا این موارد اختلافی حل شود و زمینه برای آغاز بحث اجندا و مسائل دیگر فراهم شد. کار روی موارد اختلافی آقای خوازون به کجا رسیده؟ دیروز هم بحث ها صورت گرفت در این مورد و وظیفه سپرد به گروه های تماس. گروه تماس نشست داشتند، در اون نشست میشه که حل شود و پیشنهادات خود را به نشست عمومی ارائه بکنه. امیدواری ما است که در نشست های گروه تماس هر چیز زودتر به این مورد یک راه حل اساسی پیدا شود که این مورد حل شود و ما بحث را سر اجندای مذاکرات آغاز بکنیم. آقای خوازون، میکانیزم تازه به خاطر حل همین بنبست که به میان آمده وجود داره یا نه؟ روی بدیل هایی که قبلا رد و بدل شده بود رایزنی صورت میگیره؟ پیشنهادات رد و بدل شده، اما بحث ها که دوام داره امیدواری ما است که در جریان بحث ها من نمی فهمم که امو پیشنهادات قبول خواهد شد یا نه، اما بحث جریان داره و وظیفه گروه تماس است. امیدواری ما است که هر چیز داری تمام شد. ما در کابل آقای خوازون میشنویم که هیئت گفتگو کننده حکومت پیشنهاد کرده که دو مورد اختلافی که باقی مانده موکول شوه و آینده برای بحث‌های بعدی واگذار شوه. چنین است؟ من دقیق گفته نمیتونم که همین چیز مطرح شده یا نشده، به خاطر که فیصله همی رقم شده که چیزهایی را که با وجودی که طرف مقابل بعضی چیزها را دیروز اعلان کردن، اما ما به مو تعهدی که سپردیم به مو پابند میمانیم. هر چیزی را که نهایی شد او اعلان میشه و پیش از وقت چیزی را اعلان کرده نمیدانیم. اما پیشنهادات طبیعی است که رد و بدل شده، شاید همی جز یکی از پیشنهادات شاید همی باشه، اما به صورت رسمی ما هرگاه که نهایی شد اعلان میکنیم. از شما آقای خوازون میخوایم بپرسم که آیا توصیم اوقات مشخص وجود داره که هیئت های تماس چه زمان نشست برگزار کنند، چه زمان نکنند یا نه ارتباط داره به خواستهای دو طرف؟ این در موقعات منظم هر دو نشست ها تنظیم شده
هم نشست تیمای خودی، یعنی ما با اعضای هیئت بین خود مجلس داشته، این هم تنظیم شده و موارد دیگر هم. اما یک چند روز باز این موضوعات کمی به نظم شد به خاطر که جنجالا بود و امو مواد اختلافی هر موردی که تلاش میشد که حل شد، متاسفانه که یک رای حل برش پیدا نمیشد. اما از تو ای دو روز پری روز روز نشست گروه تماس بود، دیروز نشست عمومی بود، امروز هم خدا کنه که نشست ها برگزار شد و ما بریم به طرف حل بنبست. بنبست گفته نمیتونیم حل این موضوعاتی که اختلافی مانده و این نشست ها یک تصمیم اوقات دار. بله آقای خوازون، چقدر امیدواری وجود دارد تا حداقل در کوتاه مدت یک هفته بعد این بحث موارد اختلافی کنار گذاشته شود یا حل شوند؟ ما امیدواری زیاد داریم به خاطر که دیروز در نشست عمومی تاکید بر این شده که این موضوعات باید حل شود از هر رای بدیلی که دو طرف به توافق رسیدن. امیدواری ما این است که زودتر حل شود به خاطر که ما به اصل اجندا بریم. در اصل اجندا باید بحث خصوصا کاهش خشونت ها و تامین ارتش بس بسیار مهم است که در افغانستان جنگ شدت گرفته. در این مورد ما خواسته رسیدیم که زودتر شود و ایجم حیات جمهوری اسلامی افغانستان کاملا تلاشی داره شب و روز که این مشکل حل شود. این رد به ای داره که طرف مقابل هم چقدر انتاب پذیر می باشه و دو طرف چقدر این مشکل حل کرده می تانه. نشست ها که دوام داره به این مانا که برای حل این مشکلات تلاش جریان داره. آقای خوازون، شما از شدت جنگ ها هم یاد کردین. ما می دانیم که در هلمند وضعیت مناسب نیست، 35,000 نفر از خانه و کاشانه ایشان بیجا شدند در نشست که دیشب میان هیئت های اصلی و رسمی برگزار شد. موضوع هلمند هم در میان گذاشته شد. خب ما چون پیشتر گفتم که اینجا نشست های اکتیاد محدودیت ها داره، اما طبیعی است که تمام موارد مربوط به صلح بحث صورت گرفته. اما نخست باید ما سر اصول به توافق برسیم تا به اصل اجندا بحث بکنیم که در اجندا ما خواهان هستیم که یک بخش آتش بس باشد و طبیعی است که سر از موارد باز بحث های اساسی در او صورت میگیره به خاطر که ما این اصول اول نهایی بسازیم با سر اجندا بحث که آغاز کردیم. طبیعی بحث هم مورد توجه است و پیش از او هم صحبت هایش صورت گرفته. ما با جانب دوستای دیگری هم صحبت هایی داشتیم که چون موضوع بالا گرفتن خشونت ها و جنگ هلمند متاسفانه که در وضعیت فعلی مناسب نبود و مردم را نگران ساخته، از این خاطر سرازی باید بحثا صورت بگیره که جنگ ختم شود و خشونت های دیگر جلوگیری صورت بگیره. طالبان در توافقنامه دوحه وعده سپرده که اینها خشونت را کاهش میده، متاسفانه که خشونت ها بالا رفته و در این مورد بحثا صورت گرفته. آقای خوازون، به عنوان آخرین پرسش، مردم میپرسند که اگر دو مورد اختلافی لاینحل باقی بمانند و توافق نظرم میان دو طرف صورت نگیره، پیش بین چی وضعیت هستین؟ چی میکنین؟ برنامه دارین؟ ما قسم فکر نمیکنیم. ما امیدوار هستیم که به نتیجه میرسیم بالاخره، یا چیز پیش چی پس. اما طبیعی است که مذاکره وقت گیر میباشه، مذاکره پیچیدگی های خود داره، مذاکره یگان جنجال های خود داره. اما بالاخره ای که دو طرف میشینه بحث میکنه و پیش میره، برای از این موضوعات هم یک رای حل پیدا میشه، چون این تانوز مسائل اساسی نیست. مسائل اساسی در اجندا باز مطرح میشه. از این خاطر ما امیدوار هستیم که سر تمام موارد به نتیجه میرسیم. بسیار تشکر از شما آقای فریدون خوازون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی از دوحه قطر.
دونالد ترامپ میگوید که در حال حاضر شمار کوچک از سربازان آمریکایی در افغانستان باقی ماندند. او در سخنرانی انتخاباتی خود بار دیگر تاکید میکند که تا پایان سال روان میلادی آنان را از افغانستان بیرون خواهد کشید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که شمار سربازان آمریکا در افغانستان به شمار کوچک کاهش یافته و تا ختم سال به خانه برخواهند گشت. او تاکید میکند که این کار آسان نیست، اما روند خروج از مدت ها است که ادامه دارد. اما مجله فارین پالیسی به نقل از مقام های آمریکایی نگاشته است که ترامپ تلاش دارد که شمار نظامیان آمریکایی را تا پایان سال به 3000 و یا کمتر از آن کاهش دهد. امان فرهنگ جزئیات می‌دهد. ظاهراً ترامپ تلاش دارد که از 19 سال حضور و نبرد آمریکا در افغانستان در انتخابات پیشرو بهره‌گیری خوبی کند. او اینجا در کارزار انتخاباتی به هوادارانش میگوید که سربازان آمریکایی را از افغانستان به خانه برمیگرداند. هرچند این اقدام را کار آسانی نمیداند، اما تاکید میکند که شمار سربازان در افغانستان به رقم کوچکی تقلیل یافته و تا ختم سال بیرون خواهد شد. Well, they spend trillions of dollars on never-ending foreign wars. زمانی که آنها تریلیون ها دلار روی جنگ های بی پایان هزینه می کنند، این جنگ ها هیچ وقت پایان نمی یابد. اما ما همه سربازان خود را دوباره به خانه برمیگردانیم. شما می دانید که ما این کار را از مدت زیادی است که انجام می دهیم و برای مجموعه صنعت نظامی کار آسانی نیست. شمار سربازان ما در افغانستان به رقم کوچک کاهش یافته است که تا پایان سال به خانه برمیگردند. اما سوی دیگر مجله فارین پالیسی به نقل از مقام های آمریکایی نگاشته است دونالد ترامپ در نظر دارد شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان را تا اوایل سال 2021 میلادی به 3000 یا کمتر از آن کاهش دهد. این مقام های آمریکایی گفتند که ترامپ به بخش نظامیش فشار آورده است که ابتکارهای مانند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را در سخنرانی او که قرار است پیش از 3 نوامبر ارائه شود برجسته کند. در حالی که پیش از این آمریکا اعلام کرده بود که قرار است تا 3 نوامبر شمار نیروهای این کشور به افغانستان به 4500 کاهش خواهد یافت. قرار گفتهای قبلی آقای خلیلزاد که آمدن امریکایی باعث ازی بوده که از هیچ کسی یعنی بی اجازه آمده بودن و بی اجازه بیرون می شون از افغانستان، یعنی یا غیر مسئولانه آمده بود غیر مسئولانه از افغانستان بیرون می شن. بر اساس این توافقنامه که در 29 فوریه در دوحه قطر امضا شد، آمریکا و طالبان توافق کردند که نظامیان آمریکایی در مدت 14 ماه از افغانستان خارج شود. اما این خروج بر اساس شرایط خواهد بود. در حالی که پس از این توافقنامه هیچ آمریکایی در افغانستان کشته نشده، اما جنگ طالبان در برابر نظامیان افغان شدت گرفته است. برخی ها تلاش برای خروج زود هنگام را به نفع آمریکا و افغانستان نمی دانند. ده آمریکایی پوزیان و طالبان پوزانی شرایط کی ز فکر کوم سه داخپله د امریکای امنیت ته هم خطرناک خبره ده او د سیمه امنیت ته هم خطرناک خبره ده. نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج میشه، اما یک خروج مسئولانه نیست، به خاطر که همه گروه های از اویغورها، چیچینی ها که زیر چتر القاعده در افغانستان فعالیت میکنن متاسفانه همچنان در افغانستان حضور داره. اما حکومت افغانستان میگوید که نظامیان کشور اکنون مدیریت جنگ را در دست گرفته و اگر نظامیان خارجی از افغانستان بیرون شود هم مشکلی پیش نخواهد شد. آقای جاوید جاوید آگاه امور سیاسی برای بحث بیشتر اینجا در استدیو حضور دارند. آقای جاوید سلام بر شما، بسیار خوش آمدین. آقای جاوید، در عقب تاکید باربار ترامپ و سایر مقام های آمریکایی برای خروج از افغانستان، چه هدف را پنهان میبینین؟ خب شما اگر استراتژی دولت دونالد ترامپ در برابر افغانستان نگاه بکنین، حداقل در مجموع بحث تاریخیش باشه ایست که تاکید آقای ترامپ بیشتر بر تاکیدش به استراتژی خروج از افغانستان بوده. بنابراین اگر شما تاکیدات مختلف هم میبینید که آقای ترامپ تاکید بر ازی داره که شما از افغانستان میبرید، سال 2016 تا انتخابات دور پیش برای مردم آمریکا تعهد سپرده بود که جنگ افغانستان پایان میده و نیروهایش از افغانستان بیرون میکنه. بنابراین امروز شما یک بار دیگه میبینید که ما نزدیک به انتخابات آمریکا هستیم. حالا مجموعه برش الکترال کالج میگه در انگلیسی، مجموعه که رئیس جمهور انتخاب میکنه تقریبا کمتر از 2 هفته برش مانده. بنابراین در پی ازی است که هوادارهای داخلی هم به نوع تمکین بکنن به خواسته و به
آقای ترامپ رای بتن، بنام ایره به نظرم که به عنوان یک مسئله تبلیغاتی در انتخاب شدن خودش مطرح میکنه، بنام این یک چیز نو نیست که آقای ترامپ سر از تاکید میکنه، بارها این گپ تاکید کرده در گذشته هم و حال حاضرم. بنان اگر مختصر بگیم هدف که آقای ترامپ دنبال میکنه، این خواد بود از این که ما از افغانستان بیرون میشیم که امو توجه اعضای الکترال کالج برای خودش جلب کنه تا رأی ببره و یکی از وعده‌های انتخاباتیش هم عملی کنه. و از جایی که شما یاد میکنیم که یه میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشد، تبلیغات انتخاباتی در کل، میتونه به حقیقت مبدل شود این موضوع؟ از سال 2016 به این طرف اگر دنبال کنیم، یکی از وعده هایی بوده آقای ترامپ زمانی که میایه به کاخ سفید، اولین روی کردش که در برابر افغانستان است پس از استراتژی جنوب آسیای شکل سال 2017-18 اعلام میکنه، مخصوصا در مورد حضور و عدم حضورش در منطقه و افغانستان، تاکیدش همیشه اول خود استراتژی جنگ دنبال میکنه که تا طالبا به تمکین بکنه و گفتگوهای صلح. بعد از او هم میبینیم که روی کرد صلح هست تا بال ادامه داره. بنان امریکایی ها به طب که خسته شد از این جنگ تقریبا 19-20 سال، بنان در کنار از اینکه به عنوان یک شعار انتخاباتی در داخل ایالات متحده آمریکا از این میتونه ترامپ استفاده بکنه، طبیعتا که یکی از اهداف بسیار کلان هم آقای ترامپ و هم تا آقای بایدن هم میخواد بود که این راشد افغانستان بالاخره باید بیرون بکنه تا عبد و دهر نمیتونه که امریکا در افغانستان باقی بمانند. ولی در همین مدت که بودن، قرین به 20 سال که بودن، چقدر به تعهدات خود بخصوص در امر مبارزه با تروریسم موفق بود امریکا؟ خب شما اگر سیاست خارجی امریکا را دخل در چهار مرحله اگر بگیریم، دو مرحلهش دوران جنگ سرد، دو مرحله دیگه بعد از او، مخصوصا سال 1991 تا سال 2000 و از 2000 تا به امروز، ببینید که سه به اصطلاح رئیس جمهور در امریکا تغییر میخوره که بوش پسر است. اما شعار اصلیش آمدن به افغانستان مبارزه علیه توریسم بوده، بعد از اون آقای اوباما میاد دوبار و بالاخره آقای ترامپ. چند روی کرد امریکا در افغانستان دنبال میکرد، در کنار از اینکه مسئله مبارزه با تروریسم بوده، یک روی کرد امنیتی نسبت به مسئله افغانستان ندارن. با تمرکز به اینکه شما مراقبه منطقه‌ای امریکا را شما در منطقه هم میبینید، در کنار از او تلاششانی بوده، مخصوصا اگر تمرکز بر سر مسئله افغانستان بوده که به اهداف را که میخواستان رسیدنیانی، اما روی کرد امنیتی بوده که تمویل، تجهیز و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان بوده که تا به حد به نظریم که به یه هدف رسیده. شما داران مجاهدین میبینید که اردوی ما به چی وضعیت بود، بنان امریکا آمد امیال حمایت میکنن، بنان در او روی کرده امنیتی که شما نگو بکنید یکی از اهداف امریکا بوده به او رسیده. دوم روی کرده مبتنی بر توسعه سیاسی بوده، مثلا دموکراسی سازی و حقوق بشر و یه اهداف رو بوده که امریکا ها تعقیب میکنن پس سال 2001 در افغانستان. بنان تا به حد رسیده، اما ما میفهمیم که هنوزم ما چه از لحاظ امنیتی بیرون، چه از لحاظ روی کرد توسعه محور در برابر دولت افغانستان ببینیم، به او اهداف کلان را که امریکا دنبال میکردن که توسعه پایدار، آرامی، جنگ پایان بیابه و حضور گروه های تروریستی در افغانستان حداقل نابود شود تا بال ما شاهد او مسئله نبودیم و به تمام معنا او تعهد را که به مردمشان سپرده بودن و او شعار را که میدادن به او نرسیده. ولی حالایی که به باور شما تا جای توانسته به تعهدات خود عمل بکنه امریکا در بخشایی که شما زیاد کردین، در حال حاضر چقدر نیاز امریکا در افغانستان مهم بوده میتونه و چقدر افغانستان واقعا نیاز داره که امریکا در افغانستان بمانه؟ خب این نیازمندی رو شما باید یک محک داشت بسنجین که از کدام منظر ما بر امریکایی ضرورت داریم که در افغانستان باید بانند. از لحاظ سیاسی شما نگاه بکن، ما شدید فضای سپهر سیاسی در افغانستان شدید ملتهب است. اگر امریکا امروز نباشه ما میفهمیم که وضعیت به کجا میره. بنانمو سیستم های ارباب رعیتی و ملک التوافی گذشته دوباره زنده خواهد شد. ما حداقل در انتخابات بیشتر دیدیم که از مصداقهای اصلیش بود که هر دو طرف میگفتن ما حکومت توافقی جور نمیکنیم، اما فشارهای امریکا بود. بنان از لحاظ سیاسی ما میبینیم که ضرورت برای حضور امریکا این شدیدن احساس میشه. از لحاظ اقتصادی اگر شما نگاه بکنین، بیشتر از 50% بودجه ملی ما از طرف کشورهای خارجی، مخصوصا از طرف امریکا تا گفته میشه بیشتر از 30% از او تنها توسط امریکایی
تمویل میشه. بنابراین اگر امریکایی ها چی از لحاظ سیاسی بیرین، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیرین در شرایط فعلی ما شدیدن به کمک هایشان ضرورت داره. من یک مسئله رو با تفکیک بکنیم، یکی حضور امریکایی ها حضور نظامیش است، یکی به اصطلاح ما کمک هایی را که ما به امریکایی ها ضرورت داریم. بنابراین اگر امریکایی ها ما را میتونن کمک بکنن، چون در شرایط فعلی ما با اونو خود بسندگی نرسیدیم، ضرورت برای کمک های امریکایی ها داریم، بازی رو باید تفاوت با حضورش باید بگیریم که تا امریکایی ها میتونه که وضعیت به شکل بسازه و بر از او بیرون هم شد و ما با کمک های شدیم. ولی بارها حکومت افغانستان، مقام های بلندپایه حکومت افغانستان تاکید کردن که حالا ما میتونیم به خود کفایی رسیدیم، میتونیم از کشور خود محافظت بکنیم. فکر میکنین که اگر حکومت افغانستان بخواهد که امریکا از افغانستان خارج نشه، حضورش ادامه دار بمانه و آقای ترامپ هم گفته بود که در 25 دسامبر تا کریسمس از افغانستان خارج خواهد شد، کدام اهرم حکومت افغانستان داره تا مانع خروج امریکا از افغانستان شود؟ اولی که شما در مورد مقام های دولت افغانستان گفتید، اینا میگن که ما توانایی زیر داریم که امنیت خود را بگیریم، فلان فلان کارا را بکنیم. به نظر من که واقع گرایانه نیست و فکر میکنم سخن گزاف است که اینا میگن که ما او توانایی ها را از هدف از نامه نمیفهم که چیست. خودشان نقد آقای رئیس جمهور غنی یک بار گفته بود که 6 ماه نمیتونیم، یک از مقاهم امریکایی هم به نظر من گفته بود ما 6 روز ادامه داده بدون حضوری امریکا اگر اینجا نباشه دولت افغانستان نمیتونه ادامه پیدا بکنه، امروند عادی حکومتداری بنان. اینا به چه اساس میگن که ما میتونیم به تنهایی؟ منظورشان نیست که امریکا کاملا کمکهایشان قطع کنه، بازم اینا میتونن که به می حکومتی که در حال حاضر ما شایدش هستی میره حکومتداری به شکل نرمال ادامه پیدا کنه. خیر من نمیفهم که منظور از ما چیست، اما واقعیت امر نیست که بدون کمک ایالات متحده امریکا و خارجی ها من فکر میکنم بسیار سخت خواهد بود، یک وقت بسیار تلخ است، نمیتونن. اما ای که کدام اهرام را آیا دولت افغانستان داره؟ خب اگر می داشت، شما می فهمید دو سال اخیر که گفتگوهای صلح ادامه داره، در این وقت می تونست استفاده بکنه. ما بارها تاکید کردیم که در جنگ صلح افغانستان مردم افغانستان، دولت افغانستان تصمیم گیری نهایی نیست، نقش آنچنانی نداره. بعض وقتا می تونه پروسه را با مختل بسازه، متوقف بسازه. ولی فراموش نباید بکنیم که افغانستان با امریکا یک پیمان استراتژیک داره، پیمان کابل واشنگتن. این پیمان تا چقدر میتونه حکومت افغانستان را کمک بکنه که مانع خروج امریکا از افغانستان شود؟ خب 23 سال 2014 قبل از او هم پیمان های دیگه، یک پیمان دیگه هم دوستی میان امریکا و افغانستان است. شما میفهم خب حالا هم با طالبان یک پیمان داره، بنان با اونا پیمان بستن که ما تا یک سال دیگه یا 18 یا 14 ماست متوافق نامه اگر اشتباه نکنم از افغانستان خارج میشیم. بنان بحث اصلی است که امریکایی ها همونطور که آقای خلیلزاد بارها گفت، هر وقت ما بخوایم میاییم و هر وقت هم بخوایم میریم. بنان مسئله ما این بود که مردم افغانستان، دولت افغانستان تصمیم گیرنده نهایی نیست، یک واقعیت تلخ است. اگر شما باز مثال هایش هم میخواین میشتر از او باز آدم صحبت بکنه که کدام از موارد بوده. بنان این بسیار واقع گرایانه نیست که ما باید دولت افغانستان کدام احرام فشار را داشته باشه که امریکا را بگن شما اینجا باشین، به غیر از اینکه خود امریکایی ها تصمیم بگیرن. بنابراین مسئله مبارزه با تروریسم و امنیت ملی امریکا، منافع منطقه ایشان، اونونا چیزایی است که امریکا را اینجا استاد کرده. در غیر صورت ما فکر نکنم که دولت افغانستان در اون موضع باشه که بین امریکا را قناعت بدن که لطفا شما اینجا باشین یا نباشه. ولی حالا اگر ترامپ به گفته های خود عمل بکنه و تا 25 دسامبر یعنی روز جشن کریسمس نیروهاش از افغانستان خارج بکنه، چی تاثیر روی روند جاری سال میتونه داشته باشه؟ خب یکی از این سخن است که آقای ترامپ گفته که تا کریسمس ما میخواییم نیروهای خود از افغانستان بیرون کنیم. این زمان و فرصت نشان خواهد داد که چقدر عملی خواهد بود که نیروهایش از افغانستان بیرون کنه. حتی اگر به این تصمیم برسن که تمام نیروهایشان از افغانستان بیرون کنه، خب ما مطمئن هستیم که اونا بر از این آمادگی گرفتن، حتما با طرف ها صحبت شده، حداقل با طالب ها حداقل شاید صحبت شده باشه و با طرف های دیگه حتما برنامه ریزی کردن که افغانستان اگر بیرون نشن. گفتگوی با طالب بخصوص اگر اشاره کوتاهی داشته باشین توافق صورت گرفته میان امریکا خب شما میفهمین بله شما میفهمین توافق نامه 29 فوریه زمایم پنهانی هم داره. بنان میشه که بر همگی ما معلوم نیست، در اونجا میشه بعض توافقات شده باشه که امریکا قرار است برای چه اتفاقات بعدا بیفته.
آقای جاوید جاوید، آگاه امور سیاسی، سپاسمند شما اینجا در استودیو. جنگ هلمند از آن سوی دیورند رهبری می شود. معاون والی هلمند می گوید که در میان جسدهای جنگجویان طالبان که در میدانهای جنگ باقی ماندند، شهروندان پاکستانی نیز به چشم می خورد. در این حال شمار از باشندگان هلمند نیز می گویند که جنگجویان در هلمند حضور دارند که زبانهای ملی افغانستان را نمی دانند. سیاست دوگانه پاکستان، پشتیبانی ادایی از روند صلح در دوحه و جنگ در افغانستان. معاون والی هلمند میگوید که رهبری جنگ هلمند را شهروندان آن سوی خط دیورند به دوش دارند. به گفته او، در میان جسدهای طالبان که در میدانهای جنگ باقی ماندند، شهروندان پاکستان نیز به چشم میخورد. رهبریت د ټول د پلی د اغړې کسانو څخه وو او په دې کې عملا مجدا استاسو ویني چې رسنوي سره مو څو ور د دوی د غنومان هم شریک کړي دي. هغه کسان چې عملا په جنگ کې مړه شوی دي او د جګړې پر ډګر باندې د دوی جسدونه پاتې شوی دي، هغه اتباوی دي چې پاکستانی اتباوی دي او دلته زموږ سره د جګړې پر ډګر کې د دوی جسدونه لا پاتې شوی دي. شماری از باشندگان هلمند نیز با تایید حرفای معاون والی میگویند جنرالان و ملیشه های پاکستانی در کنار طالبان در نبرد هلمند سهم دارند. آنان تاکید میکنند که نزدیک به 80% جنگ هلمند را شهروندان پاکستانی به پیش میبرند. واسه ردی ورور پاکستانیان واسه ردی باروت ردی واسه بنده زنی بنده که دلتا بسیب نسوزی واسه بنده پاکستان دقا چایی و پر لاری ور روانی په دغه د وسپر نه پر جنگ کی ما خپل بستور ګلیدلی دی چې په دې کې پاکستانی ملیشه پاکستانی جنرالان بخښه کې دا رهبری پاکستانی جنرالان کوي. حتی که بدرته چې په سولي کې لس شل په صد هم د من طالبان نه دی ټول د پاکستانی ملیشه دی یا مثلا د نورو زایو څخه راغلي پاکستانی جنرالان او پاکستانی ملیشه او هر رقم خلک بخښه کوي نه دی هر رقم پنجابیان تورلینګیان ګرد او راغلي و نه دی بله خدا غا شکل سره در به در مسئولان محلی در هلمند تایید می کنند که همین اکنون 250 شهروند پاکستانی به شمول جنرالان این کشور در درگیری های هلمند حضور دارند. تا لحظات دیگر. زیان های ناشی از بحران کرونا به افراد دارای معلولیت. 15 اکتبر روز جهانی شستن دست ها. مراسم تشییع پیکرهای 8 خلبان نیروهای هوایی که دیروز در هلمند جان باختند امروز برگزار شد. بستگان یکی از این خلبان ها گرچند تاکید دارند که باک از جان باختن فرزندانشان در راه دفاع از کشور ندارند، اما دوام نبرد آنان را خسته ساخته است. شمار هم تاکید دارند که اراده برای صلح وجود ندارد و باید نظامیان کشور مخالفان مسلح دولت را با استفاده از گزینه نظامی سرکوب کنند. شکیب مولوی زاده جزئیات می‌دهد. پیکر 8 خلبان نیروهای هوایی ارتش بر دوش رئیس جمهوری. چرخبال‌های این خلبانان سه شنبه شب بنابر آنچه وزارت دفاع ملی مشکل فنی خواند با هم تصادم کردند. رئیس جمهور غنی در این مراسم جان باختن این نظامیان در هنگام اجرای وظیفه را نشانه تعهدشان برای خدمت صادقانه به مردم کشور دانسته است. ماموریت از اینا ای بود که به شهیدای اردو رسیده گید و ای خودش نتیجه تعهد اخلاق بسیار بالا و عزت است که تمام منصوبین قوای امنیتی و دفاعی ما همیشه نشان دادن. پیکر یکی از این خلبانان را در این گوشه پایتخت به سوی خانه ابدیش میبرند. مرگ حشمت الله غزالی کمر پدرش را خم ساخته، اما میگوید باکی از جان باختن فرزندانش ندارد زیرا او در دفاع از کشور کشته شده است. این وطن خوب سرکلی حق دارد که باید در این را شهید بتد، تلفات بتد از شنگال پاکستان و کشورهای اجنبی که همی مردم ها فروختندش نجات بتند. مرگ پدر اشک بر چشمان فرزندانش را حلقه زده. با دشواری می توانند چند کلمه در مورد پدر بگویند. برای ما هر وقت می گفت شعارش بود درس بخونه، درس بخونه، درس بخونه. ما را همیشه می گفت درس بخونه. ما را تشویق می کرد تا که در اینجا یک افراد خوب با جامعه باشیم. با
با این همه ادامه جنگ همه را خسته و ناامید ساخته است. باش خودم ما مرگ بدیم. سعی کن که من از سال 48 کلش ما خلاص شد. چی دیدم؟ ماندگان بیچاره که آدی که از کار کم هیبر اکسی مکسرش میخونه و را بیچاره فیض کنه یاد نداره. این رسی جمعه رو میگر دوری تو تینان کنه. این مجاوی دیگه سر به کپ دیر اگر جان کنه بیاد کمک شد. خورشید از یک سال نشست و صلح دارن، از یک سال هر روز میبینیم مثل دیگروار سپه اشمت خان شهید میشه، مثل از یه صدها هزار جوان هر روز ما شهید میتیم. این نشست صلح هیچ فایده نداره. حشمت الله غزالی نزدیک به 20 سال در صف ارتش خدمت کرده بود و در کشورهای آمریکا، روسیه و چک آموزش‌های نظامی دیده بود. یک ماه و چند روز از نشست افتتاحیه گفتگوهای صلح در قطر می‌گذرد. پس از آغاز این نشست، هر روز به شدت نبرد افزوده شده و هر روز از نظامیان کشور قربانی می‌گیرد. شهروندان کشور می‌گویند اراده‌ای برای صلح وجود ندارد و نظامیان کشور باید با استفاده از گزینه نظامی با سرکوب مخالفان مسلح دولت بپردازند. شکیب مولوی زاده، تلویزیون یک، کابل. پس از افزایش جرم‌های جنایی به ویژه دزدی‌های مسلحانه در گوشه و کنار کشور، رئیس جمهور غنی در نشست با مسئولان امنیتی کشور میگوید که برای امنیت کابل باید تلاش‌های بیشتر انجام شود. و گفته مسئولان امنیتی، با آغاز برنامه میثاق امنیتی تا کنون 173 تن به ظن جرم‌های جنایی به همکاری مردم به پلیس معرفی شده و در کنار آن 300 کمره امنیتی در قالب این برنامه در بخش‌های مختلف نصب شدند. به گفته مسئولان در این مدت 610 تن از مظنونان هم در چوکات میثاق امنیتی در پیوند به جرم‌ها و فعالیت‌های هراس‌افگنانه بازداشت شدند. شمار از نمایندگان مردم در مجلس و چهره های سیاسی از طالبان می خواهند که آتش بس کنند. اینان در همایش از هیئت های گفتگو کننده در دوحه می خواهند که به گفتگوهای صلح سرعت بیشتر بخشند و در جریان چانه زنی ها خواست همه اقشار جامعه را در نظر گیرند. در این حال شمار از شهروندان کشور نیز از کشورهای منطقه می خواهند تا از بحر تامین صلح در افغانستان صادقانه گام بردارند. پیام داریم برای تمام طرفهای درگیر که یک بار دیگر به خاطر سلامتی افغانستان، به خاطر عزت و حفظ نظام و جمهوری اسلامی افغانستان، به خاطر ما گفته میتونیم که تمام دستاوردهایی که در افغانستان هستند، این قانون اساسی افغانستانه، پارلمان افغانستانه، مردم افغانستان سلامتیشان در نظر بگیرند. در رابطه با کشورهای همسایه عرض می‌کنم که اموطوری که در رابطه با جنگ افغانستان نقش مهم و اساسی دارند، آرزوی مردم افغانستان است که در صلح هم نقش اساسی داشته باشند. یک بانوی 80 ساله در غور به دلیل گرسنگی جان داده است. عضوای خانواده این بانو میگویند که از یک هفته به این سو آنان غذای برای خوردن و هضم برای گرم کردن خانهشان ندارند. برخی از عضوای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی غور جان باختن این بانو به دلیل فقر اقتصادی را شرم‌آور می‌دانند. آه و ناله برای از دست دادن مادر. مادری که نه در جنگ و انفجار جان باخته و نه هم بیماری او را زمینگیر کرده، بل فقر و گرسنگی جانش را گرفته است. به خاطر نجات از جنگ از بادغیس به غور پناه آوردند، اما سرانجام فقر و تنگدستی امانشان نداد. عروسین خانواده میگوید که برای دریافت کمک و نجات جان مادر شوهرش چند بار به نهادهای محلی ولایت غور مراجعه کرده، اما پاسخ دریافت نکرده است. ما اینجا هم گشنگی خنوکی بوم مردیم. اینجا هم بیامدیم دولت هم سنه مرنم خونه، اینجا هم اختره دولت نیم که شما دولتین، ما شما رو میزنیم میکشیم. ما شما رو میزنیم درگو میدیم. در کنار خانواده آمنه، هزاران تن دیگر نیز از ولسوالی جوند ولایت بادغیس برای زنده ماندن به غور پناه آوردند. ما از خاطر طالبا اینجا فرار کردیم، بیامدیم. طالب مقصد میگه شما برین به جنگ و تو چیزا، ما بالاخره جنگ نمیتونستیم بزرگ چی میکن، از ما زکات و تو چیزا طلب میکن، ما هیچ نداشتیم.
بالاخره به خاطر طالبان بیان که ما دولت است کمک بکنه. این طالب به طالبان بسیار دیگه ما را اذیت کنه، ما بیایم می دولت ما کمک کنه. عضوهای شورای ولایتی و شماره از فعالان جامعه مدنی در ولایت غور نیز از بی‌توجهی به وضعیت بیجو شدگان داخلی در این ولایت شکایت دارند. اکثر بیجو شدهایی که بر اثر جنگا در این ولایت بیجو میشن، متاسفانه کمک‌هایی که از سوی اداره ملی در نظر گرفته میشه به اصل بیجو شده نمیرسه. علاقات هستند که با تبانی با برخی از ادارات دولتی، اونایی که هیچ گونه مستحق این اداره این کمک‌ها نیستن، متاسفانه کمک‌ها دریافت میکنن. جای تاسف است که در داخل ولایت که تمام اراکین دولتی و بخش‌های اداری و حکومتی هست که یک خانم مهاجر در داخل شهر ولایت نزدیک قمندانی از نبود امکانات زندگی و نبود مواد غذایی و مواد گرم کننده جان خواهد دست میده. بر بنیاد آمارها تنها جنگ هلمند در یک هفته گذشته بیش از 35,000 تن را از خانه هایشان آواره کرده است. تا لحظات دیگر. کنارگیری رئیس جمهوری قرغزستان از قدرت پس از یک هفته اعتراض و ناآرامی. شمار نابینایان در کشور نزدیک به 500,000 تن می رسد. بر اساس آمار وزارت دولت در امور شهیدان و معلولان، شمار نابینا به دنیا آمده و شمار را هم جنگ از نعمت بینایی محروم کرده است. شمار از نابینایان در روز جهانی عصای سفید از حکومت می خواهند که فرصت‌های تحصیلی و کاری را برای آنان بیشتر کرده و حضور آنان را در اجتماع نادیده نگیرد. آنان همچنین از رفتار نادرست و تبعیض آمیز مردم در اجتماع گلایه و شکایت دارند. دنیا را نادیده گام بر می‌دارد، اما نه به حساب. خم و پیچ زندگی را چشیده و با تلاش‌های زیادی به اینجا رسیده. بنفشه یعقوبی یک سال است که به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار می کند. کلماتی را که در ذهن دارد و کمک شنیدن این صداها در صفحه کامپیوترش می نویسد. تکنولوژی سهولت های زیادی را برای نابینایان مهیا کرده است، اما در کشوری چون افغانستان دسترسی به تکنولوژی برای همه میسر و آسان نیست. بنفشه یعقوبی دو مدرک ماستری در رشته های روابط بین الملل و علوم سیاسی دارد. نابینایی هرچند دشواری هایی برای او آفریده، اما نتوانسته او را از دنبال کردن هدف و آرزوهایش باز دارد. اما از آن چه ناراض است، تبعیض و بی‌توجهی دولت در برابر معلولان است. مهمی است که وقتی که آدم با تبعیض مواجه میشه، پس چه رقم استاد میشه، چه رقم قدم میمونه؟ و این خواست از افراد دارای ملیت است که حتی اگر با تبعیض مواجه میشن که میفهمم میشن، باز هم اونا نباید خود ببازن. کار که من هم تلاش کردم، یعنی خود نبازم، این برام بسیار مهم بود. 200 دانش آموز هم از دختر و پسر راه دانایی را پیش گرفتند. اینجا در مکتب لیسه مسلکی نابینایان از چالش هایی که با آن روبرو اند سخن میگویند. بس کسانی انت تقطق میکرد که زبان خود میگفت که ما نمیشه این بیچاره قاری است، این نمیبینم چون چیمایشی کور است، همین چیزا باعث سازی میشد که وقت ما رنج میدیدیم چی میکردیم. خانواده ها به اشخاصی که دارای معلولیت بینایی باشن یا هر معلولیت دیگه ای بر ازای اجازه نمیتن که به تحصیل و تعلیم خود ادامه بدن. واره میگن که خصوصا دخترها میگن تو دختر هستی، وقتی که نابینا باشه هنوزم میگه دختر هستی، کور هستی، مکتب چی میکنی، بشید کنج خانه. بر اساس قانون حقوق و امتیازات معلولان باید 3% تمام کارمندان نهادهای دولتی از معلولان جذب شوند. زیاد نابینا هست که درس خوانده، پنتون هم خوانده، مدرک داره، اما در کنج خانه شیشته است، هیچ کار نداره. حداقل 3% سهم بر اینا داده شود در ادارات دولتی هایی که استخدام شوند، یعنی حداقل 3%، ولی متاسفانه در اکثر ادارات دولتی افغانستان همون سهم 3% بر از اینا داده نشده تا نوزه. بر اساس آمار وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، نزدیک به 500,000 نابینا در کشور وجود دارد که شماره از آنان از اثر نبردها نابینا شده و شماره هم نابینا به دنیا آمدند. ولی در کنار این چالش ها، بحران کرونا و قرنطین شدن شهرها در کشور افراد دارای معلولیت را بیش از همه متضرر ساخته است. نظرسنجی تازه یک مؤسسه فعال در بخش حقوق معلولان نشان می‌دهد که
58 درصد معلولان که پیش از شیوع کرونا سرگرم کار بودند، در زمان شیوع کرونا کار و بارشان را از دست دادند. 38 درصد تمام معلولان هم در جریان قرنطینه شهرها با کمبود مواد غذایی روبرو شدند. بنابر یافته های این پژوهش، همچنان 34 درصد معلولان هم در این مدت با مشکلات روانی روبرو شدند. شمار از معلولان می گویند که برخی از آنان در هنگام کرونا توان خرید یک قرص تابلت را نداشتند. جواد تیموری جزئیات می دهد. در این مرکز دادخواهی وضعیت معلولان از زمان شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شدن شهرها بررسی شده است. یافته های این نهاد نشان می دهند که 58 درصد معلولان در هنگام قرنطینه بیکار شدند. 38 درصد با کمبود مواد غذایی روبرو شده است. 34 درصد هم با مشکلات روانی روبرو شده اند. این یافته ها نشان می دهد که بسیاری از نهادها در این مدت روند پشتیبانیشان را از این بخش جامعه تا 75 درصد کاهش داده اند. 38 درصد از اشتراکگران گفته که با مواد کمبود مواد خوراکی مواجه بودند. به همین ترتیب 34 درصد از اشتراک کنندگان ما اشاره کردند که با مشکلات روحی روانی بنا به مو که در قرنطین بودند، خانه بودند، اینا مواجه گردند. آمنه عظیمی، بانویی که سالهاست برای دیگر معلولان دادخواهی می کند، بیش از همه با دشواری های معلولیت دست و پنجه نرم کرده و درد و رنج هر کدامشان را حس کرده است. می گوید معلولان در هر بحران اقتصادی بهداشتی بیش از همه آسیب پذیرند و در این میان بانوان معلول دشواری و رنج بیشتری را به دوش می کشند. میگوید که برخی معلولان در هنگام شیوع کرونا حتی توان خریدن یک قرص تابلت را هم نداشته اند. خشونت صورت گرفته بودم رایشان دیده خانواده زیادتر حتی گفتند که ما یک مبلغ پول را نداریم که یک پرستامول برخود بگیریم. فواد صمدی که از بام تا شام در این دفتر کاری کار می کند میگوید که در هنگام کرونا امتیازاتش را از دست داده بود. حالا که کاروبار دوباره رونق گرفته با نیمی از امتیاز پیشینش کار میکند. مشکلاتی را که در کرونا سپری کردیم، اولی که ما از وظیفه خود موندیم، همون مقدار معاشی را که از دفتر ما میگرفتیم از او بی بهره موندیم و با دست نوردیم. در حال حاضر 14 درصد شهروندان کشور را معلولان تشکیل میدهد. آمار بالا بلندی که با ادامه جنگ و انفجار روز به روز بر رقم آن افزوده می شود. بانو بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. بانو یعقوبی سلام بر شما، بسیار خوش آمدین. در ابتدا اگر یک تصویر از وضعیت معلولین بخصوص نابینایان بر ما بدین. سلام خدمت شما و سلام خدمت تمامی دوستا و عزیزایی که ما شما را میبینن. خب تصویر واضح دادن از وضعیت افراد دارای معلولیت در یک جمله یا دو جمله کار بسیار دشواری هست، به خاطر که ما از ابتدا اگر شروع بکنیم درس‌های مختلف، آموزش، تحصیلات عالی، استخدام، زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر افراد دارای معلولیت، خب هم چالش هایی را داریم و هم موفقیت هایی را داریم و به هر حال چیزی که وجود داره ای است که حال حداقل توجه به افراد دارای معلولیت نسبت به گذشته کم بیشتر شده، کما اینکه مثلا یک نمونهش همین برنامه خود شماست و همین پوشش خبری که داده شده است 15 اکتبر که روز جهانی عصای سفید بود. مثلا شاید 10 سال پیش صحبت در مورد عصای سفید برای افغانستان و در جامعه افغانستان کمک چی بود؟ مشکل بود. خب نمیتونیم بگیم یا از روز 3 دسامبر که روز جهانی افراد دارای معلولیت هست کارهای صورت گرفته، ولی اینا به هیچ وجه کافی نیست. درست. بانو یعقوبی، بر اساس تخمین سازمان صحت جهانی 450 هزار نابینا در افغانستان وجود دارن، ولی چقدر افراد نابینا، چقدر معلولین در افغانستان در اجتماع جا باز کردن؟ همون سب چیزی که برام تأسف بار است این است که
متاسفانه تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان آمارش رو زیاد شده رفته و روز به روز ما به آمار افراد دارای معلولیت میبینیم که بالاتر رفته میره و با آمار بیشتر مواجه میشیم، چه از افرادی که دارای معلولیت بینایی هستن چه افرادی که سایر معلولیت ها دارن، که دلایلش خب بر همه واضح هست، روشن هست که هم از یک طرف جنگ هست که متاسفانه مستقیما قربانی میگیره و از طرف دیگه هم بازم میتونیم بگوییم که جنگ هست که باعث میشه که ما غیر مستقیم تاثیر بپذیریم و معلول شویم. مثلا شما میبینین که هنوز که هنوز است ما معلولینی را داریم که فلج هستن و ناشی از پولیو که در کمتر کشور جهان فعلا وجود داره. اما بحثی که مهم هستی است که افراد دارای معلولیت همطور که پیشتر خدمت شما گفتم پیشرفت هایی را داشتن، موفقیت هایی را داشتن، ولی هنوز هم که هنوز است. ببینید ما تو اگر از عرصه خانواده شروع بکنین، من چند وقت پیش یک تعداد نوشته هایی را داشتم در روزنامه 8 صبح که او را هر هفته دنبال میکنم. حتی از عدالت عاطفی اگر شما در نظر بگیرین در بین خانواده افراد دارای معلولیت دچار مشکل هستن. ممکن است بعضی از خانواده از داشتن یک فرد دارای معلولیت یعنی احساس خوبی نداشته باشن، احساس شرم داشته باشن. همطور وقتی که پا میگذاریم به دوران آمادگی کودکستان، خب در این قسمت مشکلات بسیار زیادی بر تمامی افراد دارای معلولیت به ویژه معلولین حسی، معلولین بینایی وجود داره. و بحث بعدی وقتی که میریم به تحصیلات دوران مکتب، ما نیاز داریم که آگاهی رسانی شوه، به خاطر که همه بپذیرن افراد دارای معلولیت رو به عنوان اعضای جامعه. وقتی که افراد دارای معلولیت جذب میشن به عنوان اعضای جامعه در درون جامعه، او وقت هست که ما میتونیم که شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در زندگی افراد دارای معلولیت. بله بونو یعقوبی، چالش‌هایی که شما زیاد کردین وجود داره، ولی در میان معلولین افراد با ظرفیت و با استعداد هم وجود دارن. چقدر از استعداد و ظرفیت افراد دارای معلولیت در کشور استفاده شده؟ همان صاحب، من میخوایم امروز شما بسیار خودمانی و صادقانه اینجا بگویم، صحبت بکنم، به خاطر که احساس میکنم که مردم افغانستان مخاطب من هستن. بله. شما چه وقت میتونین از استعداد من نوعی به عنوان یک فرد دارای معلولیت استفاده کنین؟ وقتی میتونین استفاده کنین که من را به عنوان عضوی از جامعه خودتان بپذیرین، درست؟ وقتی میتونین استفاده کنین که من به توانمندی که من دارم و به ظرفیتی که من دارم باور قطعی داشته باشین؟ تا که باور نداشته باشین، تا توانمندی مرا نپذیرین، استفاده کردن از توانمندی ما به عنوان یک فرد دارای معلولیت واقعا نمیشه انتظار داشته باشه. ولی همین باور که شما زیاد میکنین چگونه ایجاد شوه میان مردم؟ باور را که اولین قدمی هست که ما باید ایجاد بکنیم، یعنی اولین قدم برای تغییر زندگی در افراد دارای معلولیت، تغییر زندگی در مرز افراد دارای معلولیت، تغییر زندگی با همراه با تغییر نگرش هست. یعنی ما تا نگرش ها را تغییر ندهیم، زندگی افراد دارای معلولیت بسیار سخت است که بتونیم بهش تغییر مثبت ایجاد بکنیم. پس این تغییر نگرش نیاز به آگاهی رسانی است و در همین زمینه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم ایستاده است و تا جایی که در توانش باشه تلاش میکنه. و خواست و توقع ما از همه مردم، از رسانه‌های عزیز ما، از جامعه افغانستان، از استادان گرامی که در دانشگاه‌ها هستن، از ملای مامان مساجد، از همه و همه توقع و خواست مایی است که برای افراد دارای معلولیت نگاه دور از تحقیر و ترحم داشته باشند. افراد دارای معلولیت مانند سایر افراد توانمندی هایی دارن، محدودیت هایی دارن، انسان هستن با تمام در واقع محدودیت ها، با همه ویژگی های خوب بدشان. پس اونا رو به عنوان اعضای جامعه بپذیرن و این رسالت کمیسیون مستقل حقوق بشر، ادارات سکتوری، رسالت رسانه ها و همه آنهایی که آگاهی دارن هست که آگاهی در بین مردم در مورد حقوق و توانمندی های افراد دارای معلولیت بیشتر ترویج بشه. عنوان آخرین پرسش بونی یعقوبی، کلانترین دغدغه شما و سرنوشتانتان چی است؟ کلانترین دغدغه افراد دارای معلولیت بعد از اینکه پذیرش رو اینها رو یک طرف بگذاریم، بحث آموزش هست و بحث اشتغال. به خاطر که ما در قانون حقوق امتیازات افراد دارای معلولیت داریم که 3% از کارمندان ادارات دولتی رو باید افراد دارای معلولیت تشکیل بدن، ولی تو همین حاله که ما مقابل شما نشستیم هنوز هیچ اداره ای رو تطبیق نکرد. سپاسمند حضورتان بانو یعقوبی اینجا در استودیو. امروز برابر است با 15 اکتبر روز جهانی شستن دست. مسئولان وزارت صحت و شمار از پزشکان در این روز بر جدیت شستن دست ها در هر زمان، به ویژه حالا که ویروس کرونا در کشور در گردش است، تاکید می کنند.
آنان میگویند که شستن دست ها نباید تنها به وعده های غذایی و یا پنج وقت نماز خلاصه شود و برای جلوگیری از بیماری های گوناگون باید روزانه چندین بار دست ها را شست. 15 اکتبر روز جهانی شستن دست ها. امسال باید بیشتر مراقب بود. پزشکان با تاکید بر اهمیت شستن دست ها میگویند که شستن دست میتواند از ابتلا شدن به ده ها بیماری گوناگون جلوگیری کند. شستن دست ها نه تنها که از سرایت امراض طرق هضمی، طرق تنفسی و امراض چشمی هم جلوگیری میکنه، جهانیان ثابت ساختن که شستن دست ها میتونه در پیشگیری از مرض مهلک و کشنده کرونا هم فوق العاده رول داشته باشه. وزارت صحت هم بر بیشتر شدن اهمیت روزانه چندین بار شستن دست ها تاکید میکند، زیرا با توجه به نگرانی ها از احتمال موج دوم کرونا در کشور، شستن دست می تواند کمک بزرگی به جلوگیری از انتشار این ویروس کند. نو دو دوم موج یاد هر ناروغی دی تورت نور ناروغی چی دی که لاس منزل څخه څوک ډډو کې لاسو نمینځي ممکن په نور ناروغی هم مبتلا شي. اما شهروندان چقدر به شستن دست ها اهمیت می دهند؟ نظافت جز ایمان است، هر کی آدم خود باشه پا خود نگه داشته باشه اما خب بهتر است. شستن دست ها خوب بسیار یک چیز ضروری است، لیکن فرق نمی کنه که حتما ما یک زمان یک چیز بخوریم دست خود باشیم، به خاطر دست یگانه وسیله است که همیشه دست میکروب انتقال میکنه به تمام بدن ما. از سال 2008 به این سو در کشورهای رو به توسعه جهان از 15 اکتبر با عنوان روز جهانی شستن دست ها تجلیل می کنند. پس از اعتراض های گسترده در قرغزستان، رئیس جمهوری این کشور از سمتش کنارگیری کرد. رئیس جمهور قرغزستان در نتیجه یا در بیانیه تاکید کرده که اولویت او تمامیت کشور و اتحاد مردم و آرامش جامعه است. در این بیانیه از تمام طرف های منازعه سیاسی در این کشور خواسته شده که به اقدام های تحریک‌آمیز پایان دهند. استعفای رئیس جمهوری قرغزستان در حال صورت می گیرد که اقدام او در اعلام وضع اضطرار در پایتخت این کشور از یک هفته پیش هم نتوانسته به ناآرامی های پس از انتخابات و درگیری های خیابانی هواداران احزاب سیاسی پایان دهد. اعتراض ها در قرغزستان پس از آن شروع شد که شمار از اعضای نزدیک به آقای جینیبکوف در انتخابات پارلمانی این کشور برنده اعلام شده بودند. بسیاری از کشورهای اروپایی با موج دوم کرونا روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش. همزمان با افزایش موج دوم کرونا در برخی از کشورهای اروپایی، امیدواری ها برای یافتن واکسن هم بیشتر شده است. آمریکا که در یک شبانه روز پسین بیش از 60,000 مورد تازه کرونا را به ثبت رسانده، اعلام کرده که تا بهار سال آینده میلادی به صورت گسترده واکسن کرونا را تولید خواهد کرد. کشوری که شمار مبتلایان به کووید 19 در آن به بیش از 7 میلیون نفر رسیده است. پژوهشگران احتمالاً در ماه نوامبر یا دسامبر به این نتیجه خواهند رسید که آزمایش های آنها ایمن بوده یا خیر، و حتی در صورت مشخص شدن واکسن ایمن، احتمالاً میزان تولید اولیه این واکسن تنها چند میلیون دوز باشد. شمار از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه با موج دوم کرونا روبرو شده است. فرانسه برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در پاریس و 8 شهر دیگر محدودیت های شبانه وضع کرده است. اگر ما برای 6 هفته این محدودیت ها را به طور جدی، مسئولانه و جمعی رعایت کنیم و تماس های خود را با یکدیگر کاهش بدهیم، من فکر می کنم که ما می توانیم پیشرفت خوبی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشیم و دوباره محدودیت ها را برداریم. سازمان جهانی بهداشت هم از کشورها می خواهد با استفاده از تجربه موج اول تلاش کنند موردهای بهداشتی را به صورت جدی رعایت کنند. ما بسیار امیدوار هستیم که کشورها اشتباهی گذشته را تکرار نکنند. کشورها باید با توجه به آمارهایی که دارند و همچنان آگاهی و تجربه‌ای که از دور پیش دارند، تلاش کنند با طرز عمل‌های ویژه خودشان و رعایت نکات بهداشتی مانع شیوع بیشتر ویروس شوند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مجوز ساخت دومین واکسن کرونا در این کشور را صادر کرده است. ونزوئلا هم گفته که آزمایش بالونی واکسن کرونا ساخت روسیه را آغاز کرده است.
در چین منبع شیوع کرونا در جهان پس از ثبت موردهای تازه، مسئول یک بیمارستان و همچنان یک مقام ارشد حزب کمونیست در کمیسیون بهداشت شهر چینگداو از کارشان برکنار شدند. شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان به بیش از 38 میلیون و شمار تلفات این بیماری هم به بیش از 1 میلیون نفر رسیده است. وزیران خارجه آمریکا و عربستان سعودی بر همکاری دو کشور برای مقابله با نفوذ ایران تاکید دارند. از نظر مایک پمپیو وزیر خارجه آمریکا، ایران امنیت منطقه و عربستان سعودی را بر هم زده و سبب اخلال تجارت جهانی می شود. خاورمیانه تاکید کرده است. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان به این مجمع خبری از یک جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.